این یه داستان واقعیه، قصه پولی که زندگی من و خیلی های دیگر رو از این رو به اون رو کرد. همه چیز با بازنشستگی من شروع شد. در واقع هر کسی از دوران بازنشستگیش تصوراتی داره. اون وقتا من خیال میکردم که بعد 30 سال خدمت صادقانه وقت اون رسیده بود که یکم استراحت بکنم. غافل از این که همه اینا یه سری تصورات واهیه که قراره فقط در حد تصورم باقی بمونه. بازنشستگی برای همه نوید بخش دورانی از آسایش و آرامش بود، ولی برای من تنها چیزی که نداشت آرامش بود. حالا دیگه همه به من به چشم یه آدم بیکار و بی‌هدف تو زندگی نگاه می‌کردن که موظف بودم به اونا کمک کنم. و این زنجیره از نوام امیرعلی شروع می‌شد. میای با هم بازی کنیم؟ اصولاً وقتی نوه دار می‌شی به تنها کسی که دلت نمیاد نبگی همین نوته. به خصوص وقتی نوت به خاطر قهر مامان باباش همبازی به غیر بابا بزرگش نداشته باشه. تو این میون آقا جونم هم بود که از نگفتن پسرش اصلا خوشش نمیاد. بیا برو دستباب خالی شو بیا. اینا چی آقا جون؟ من یه دستباب نمیخواستی بری خالی شو برو. این چیه؟ 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 از من چرا میپرسی؟ برو از دومادت بپرس. آب سرد بود و میچام و اینا همش حرف مفت بود نه؟ هر حرف مفت چیه؟ برو از دومادت بپرس. اومد گفت من جا ندارم تا چهارشنبه سوری این انبار رو به من میدی. با من تشریک مسایی کرد، منم که به کسی نمیدم. آره خصوصا که کرایه خوبی هم گرفته باشی. شده بودم مثل یه توپ فوتبال که همه به هم پاسش میدادن و بدتر از همه هم وقتی بود که این توپ میافتاد زیر پای نصرت زنم. با این باید عمل کنه، دیسک کمره، آخه کیسه آب جوش. والا مادر من هر چی بهش میگم به خرجش نمیره که نمیره. بله جاز شلخو بابا ده علی. آخه آخه بیا اینه بذار رو کمرت. این نمیخواد دیگه. چرا اینا رو اینقدر درشت درشت خود کردی؟ دست درد نکنه بابا جان. سلامت باشم. 20 تومن بابا عوض. 20 تومن دیگه. خدا عوضت بده. آخه میرفت درمانگاه خوب بود؟ نه ارزشش رو داشت واقعا. میدم 20 تومن. شوخی کردم بابا. تو اگه میخوای بابا تشریک مسایی کنی این سهم قسط این ماه منو بده بابا. اون 200,000 تومن پدر من. خب باشه بابا جان، شما این ماه رو بده، من خودم از ماه دیگه انشالله شاید میدم. من که پولامو گذاشتم تو بانک، میخوام وام بگیرم، نمیتونم برداشت کنم. من خودمم برای دادن قسطم رو نصرت حساب باز کردم. نصرت رو من حساب نکن، من دارم قسط هر ماه فهیمه و خودمم میدم. دختر مام گشت 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 به یکی بله گفت که شده بلای جونمون. من یه سر میرم خونه خانم هدایتی، برنده شده پولشه بهش بدم، بنده خدا منتظره. مگه همه اقساطشونو دادن؟ نه یه چند تایی موندن، اونا منتظرن شوهراشون بهشون پول بدن بیان قسطاشونو بدن. حالا کیا پولاشونو ندادن؟ زیاد نیستن، یه چند نفرین. اسماشون رو نوشتم گذاشتم اونجا. باشه خودم میرم اونایی که ندادن رو میگیرم. مشکل اینجا بود، من برای هر کی میتونستم امروز و فردا بکنم، برای نصرت نه. بابا جان بابا بیشتر میدی بابا چشم همینا که نداد. یا الله چی شو بابا؟ کاری رو که نصرت خانم میخواست باید انجام میشد. نمونش همون قرعه کشی محلی قدیمی بود که خودش راه انداخته بود و از فردای بازنشستگی وظیفه من این بود که قسطاشو جمع کنم. تو این میون مشکل بزرگ من این بود که خیلی هاشون خبر نداشتن که من بازنشسته شدم و از کارمند عالی رتبه سابق
چیزایی رو میخواستن که از توانش خارج بود. باشه میگیرم. خدافظ. آقا نصرت وقت خوش اومدید. سلام حاج آقا. ارادتمند. خوبی؟ نصرت خانم بنده خدا رو گاهی اوقات میشد پیچون ولی تو رو نه با این دستگاه فوزت. شما که وضعت خوبه عباس آقا. کارت به کارت کن که ما این ماهی یه بارم مزاحمتون نشیم. نفست در جایی گم در میاد. نصرت میگم تو شهرداری هستی. ببین میتونی یه کاری بکنی ما یه واحد دیگه بذاریم روی این ساختمون، شاید یه چیزی تاش واسمون بمونه. شهرداری چی کار داره؟ اگه توقع داریم بهتون بگم کارمند کجا بودم، بذارین همین الان خیالتون رو راحت کنم. از من چیزی در نمیاد. نه اینکه بنده در پست اساسی مشغول به کار بودم، نه. دلیلش برمیگرده به خودم که آدم کاملی نیستم و ممکنه فردا روزی همکارام با دیدن هر صفت ناپسند اونو به خودشون بگیرن و اینجا و اونجا دست به اعتراض بزنن و ای بابا بگذاریم. وایسا قصه آم میدم کش کی؟ اسمس میاد دیگه میدم. اسمس چی بابا جانم؟ روز آخرش قصه تو بابا خورتو دست ما را میسند اخر با رئیس این محسوس سبت باید پولی دست ما را بگیم. ما بخوایی منتظر اون باشی کنی تو میدم. میدم کی؟ میدم اسمس میاد کی؟ میدم. یکی میخواست آسفالت کوچش عوض بشه، یکی هم مثل همین عادل دنبال وام بود تا زنش تو بهترین بیمارستان زایمان کنه. کیه؟ آقای بالایی. خب در بازه کنین چی کار داره؟ حتما با دستگاه پوزش اومده، خواهد دوباره قسط قرعه رو بگیره. قسط تو ندادی؟ نه، یادم رفته، شاده بدشون، قسط زنگ میزنه خودش فکر میکنه خونه نیسته میذاره میره. خانم گلچین، سفارش ها رو آوردم. در باز کنید. سلام سلام. آقا بزازی نیستش؟ رفته معذر همین روبرو. راجع به قصه قرش چیزی نگفت شما؟ نه، به من چیزی نگفت. بسه این وسط وضعیت آقای بزازی هم برای خودش وضعیتی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب شاکرین. الحمدلله کما هو اهله. الحمدلله الذی احل النکاح و الزواج و حرم الزنا و صفا و الف بین القلوب بعد الفراق. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی. هم محله ای هایی که همه جور آدمی توشون دیده میشد، مثل همین آقای فتحی که سرایدار تنها خونه ویلایی محله بود و با خارج نشین شدن صاحب خونه و خانواده‌اش از اونجا مراقبت میکرد. از سوری خانم اگه بار اول پوسکشی میکنیم بفرمایید. کارت پول نداره. مگه میشه خانم؟ بابا همین دیروز یارانا رو ریختم حساب. دستگاه میگه پول توش نیست. چه میدونم بابا، شاید نریختن اینا الکی. میگن چرا فردی دیشب پیامک که شما نصف شبی شاید ما جز دهکی نیستیم که یارا رو بهمون تعلق میگیره. دهکی مستحق‌تر از ما مگه وجود داره؟ نه جونتون نه بابا، این تقصیر بچته دیگه. مگه من به تو نگفتم بابا ماشین نخری؟ نه فکر کنم پول داری میان یارانمون قد میکنم. به من چه ربطی داره؟ ماما جان نگاه داره به من گیر میده. اصلا ماشین منو ببینن یارانه بهش تعلق میگیره. بابا اول اونا قد میکنن بعد میان ماشین تو میبینن گوشته میکنه این بچه. به بچه گیر نده. راستش بگو فتی، تو پول کشیدی؟ نجون تو ای بابا این قدر کو یه بکنو. آخوته که پول داری به سراغ کارت ما میاییم. این مال سفارش سبزی. آقا نصرت بشمار پولو. ماما سلام. آقا نصرت، آقا احسانه میگه که بار سبزی اومده، میخوای برات بیاره؟ بگیم بیاد. دست درد نکنه آقا نصرت، خدا خیرت بده. اولین پولی که اومد دستم میذارم برای قصه قرعه کشی. زندگی من داشت میونه این آدما هدر میرفت و بدتر از همه میدونین چی بود؟ حرف نصرت بود که همه جامو میسوزون. بابا عوض کم بود، نصرت هم بهش اضافه شد.
آره دیگه، وقتی بازنشسته شده نشسته بر دل من اینجور بیکار بیکار. مامان بزرگ گشنمه. بله، به قول خودش میگه بازنشسته شدم. چه میدونم والا. من به شما زنگ میزنم. سلام. سلام، کی اومدی؟ همه الان رسیم. یه هویی بی هوا. نهار داری؟ آره، یه ذره ماکارونی درست کردم. من میرم تو آشپزخونه. همش نخوری من. باش. این قرعه کشی سرنوشت همه ما رو به هم مربوط کرده بود و این یعنی تو تقدیر من آرامش و استراحت جایی نداشت. شما بگین روزی که با یه روزنه شروع بشه معلومه که تا شب به کجاها ختم میشه. بگی بخواب. سوراخه؟ چیزی نی، چهار تا آجره وسط میچینمش رو هم راسریسش میکنم. بگی بخواب. سلام علیکم. سلام علیکم. این چهار تا آجره دیوار رو زدی سوراخ کردی که چیزی نی قربونت برم، گفتم برات درستش میکنم دیگه راسریسش. یه جوری میگی چیزی نیست، انگار در رو وا کردی با یالا اومدی تو زدی دیوار رو ترکوندی. آقا جان من، گفتم من برات درستش میکنم، چرا ناراحت میشی؟ سوراخ شده دیوار، چجوری میخوای درست کنی؟ عزیزم گوش کن، لایه اوزون هم سوراخ میشه، یه روزن از حلش میکنم. مگه من تو لایه اوزون زندگی میکنم؟ زدی خونه حریم خصوصی منو ترکوندی، این روزن از فیلت توش رد میشه. خب دیواره پوسیده است. چیزی نیست، این چهار تا آجر میذارن رو هم. برو بابا رو نزدی. آقا جون اگه این سوراخو ببینه دیوونه میشه. بابا رو نزدی. قرعه کشی به چه کار کنم؟ قرعه کشید بخوره تو سر من. بابا رو. سلام بابا. سلام بابا. سلام بابا، صبح بخیر. صبح بخیر بابا. صبح بخیر. صبح بخیر بابا. چی شد بابا؟ چهار تا آجر میذارن رو هم بابا، حل میشه، تموم میشه. چهار تا آجر میذارن رو هم. کجا میری نصرت؟ آقا جان. نصرت. جونم بفرمایید. تکلیف ما رو روشن کن، من چیکار کنم با این دیوار؟ آقا جون که چیزی نشد که دیوار تو پوسید از قربونت برم. عزیز من قربونت برم، من این صاحب مرده رو میخواستم بدم دست راست، سرش اومد دست راست. من چیکار، من باید توم بدم تو چپ و راستو نمیدونی چیه؟ خوبی نکنم. میگم جهاز مادرم ببین چیکار کرده خونه زندگی ما. من چه بازی که جهاز مادرت گوشت اینجا؟ خب یه جای دیگه میذاشتم. کجا میذاشتم؟ میذاشتم تو یخچال خونه شما. عجب حرفی میزنید، کارم شدی؟ اوه اصلا ناراحت نباش، یه پنجره واسهت میکشیم دورش هم میبندی. کی تو کمد پنجره در میاره مرد مامه؟ اصلا نخواستی مثل اولش میکنی. چهار تا آجر در اینجا میبینیم. این با چهار تا آجر در میاد. آقا تموم شد. ببینم اختر بیا. نش کنه همینجوری. اختر بیا. ایوب بیا. در چی اختر چی؟ این سیما رو سیما اینا ماسه. بردار دور بر اینجا رو بکش. اختر شما این. آره اختر. بابا. به خصوص اگه به لطف زینت خانوم خبر این روزنه همه جا پخش میشه. آقا انتهای گلاب دره یه درگیری شده، یه مأمور محبت کنیم بفرسیم. چی کار میکنی مردمون؟ 110 برای چی زنگ میزنی؟ واسه چی؟ آقا پدره زده همه بچه ها شکسته بند خودش درست میکنه همه رو. آقا چطوری؟ ما خانواده داریم اینجا، خانه آبرو داریم، تو رو خدا نبود. چی کار باید الان بکنم؟ الان من چی کار بکنم؟ زنگ بزن بگو نه یا همین زنگ بزن بگو نه. حله؟ آره حل بزن، حلش ما چهار تا آجر میچینیم رو حلش میکنیم. باش زنگ بزن. آقا فتی جونم ایسا اینو ببریم بالا. ای بچه بیار پایین، بیار پایین، اینا بیارش پایین، بیار پایین، بیارش پایین شده. خوبی بابا؟ چی شده به؟ اینو برداریم ببری، اینو برداریم. ببخشید این مشکلی که گلاب بره بود حل شده، یه میشه مأموراتون رو نفرستیم. فرستادی؟ آقا رضا، نبین مادر فایمه جون، آقا رضا رو ندیدید؟ داره میاد آقا رضا، بیا ببین چه حیثیتی از مادر چه آبرو میشه. برو تو ببینم فایمه
زده با آرپیجی دیوار خراب کرده. لغمه آخر سامون آقا گفتم هر شد دیگه خیلی نمیشه کار این اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی باش دیگه چی شد؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم دیگه فرستادم شما برو بالا سر کارگرات باش خیلی ممنون با اجازتون خسته نباش شما خسته نباش نه کش پدر من برای قلبت ضرر داره آخ گردنم در گرفته بارم آره خسته نباشی سلامت باشی تو غیرت نداری بلند شو بریم تو هر شیشونو جا به جا کردی جا بنداز بابا تو غیرت نداری؟ ای میگه به غیرت چه ربطی داره؟ زدی لط و پارشون کردی بلند شو گناه دارم ببرشون درمانگا ببرم درمانگا پرونده سازی میشه بابا جان بعدم پولشو بده من ببرم خجالت بکش نصرت بابا من پشت تو در اومدم اشتباه کردی پشت من در اومدی پدر جان زنگ زده پلیس پلیس پس حالا که اینجوری شد دیگه اصلا جا نمیندازم بذار بیام من قپونی بردارم ببرم آقا به چی نگاه میکنی؟ این بیلت تو دیوار ما بکش بالا ارواح عزیز بلند شو بریم تو میدونی من رو چی اساسم انگشت کن توش به یه شرط بگو شرط تو به شرطی که بذاری اون جنسا تو توالت باشه تا چهارشنبه سوری گرو کشی میکنی الان؟ خب از اول صبح اینم قدم برات برشتم تو یه قدم بر من نمیخوای برداری خب منم باید یه جوری قسطمو بدم یا نه؟ خیلی خب باش بلند شو بلند شو باش بلند شو بریم قبول؟ قبول باش بلند شو خوبی بلند بابا؟ آره خوبه حالت خوبه بلند شو بابا جان دیدی زدمشون بابا؟ بلند شو آره بابا این اینم من من ولش کن برای قلب حیفه بابا بیارنش تو حیات بیارنش بیارش بیرون مهمان خیلی احتیاط کن حواست جمع باشه آقا رسا بیارش بیرون بیا جلو بیا جلو این چیه گذاشته آقا فتی چی کار میکنه احتیاط جونم بابا اونو احتیاط آقا نصرت یه لحظه اینجا بشینم اینجا مطمئنی که بابات میتونه این کار انجام بده چند بار بگم آره دیگه اگه نمیتونست که نمیاد آه یواش آقا فتی آقا رضا بابای من کجای کیا رو جا انداخته بگین به این آقا بابا آقا عوض کارش درست همین دو سه ماه پیش موتور به من زده بود آقا عوض جا انداخت کجا تو بگو کشکک زانومو بله آب جوش چی شد آب جوش دستشو بگیر دستشو بگیر تعامل کن اومد حالا توکل کن چی کار میکرد چه مصیبتی برامون ساکه جای محمودی میفهمید چی شما شفه امیرعلی دستشو محکم بگیر چشما تو برن فکو حالا تو شما برو بابا کش دیگه آقا بکش تموم شد چک آخر زد تموم دید تکون بده تموم شد خوب شد خیلی خوب بستم آقا و از دست درم ما با عزت میریم سلام علیکم تموم شد دیگه آقا با اجازه دوانه آقا نون ما کن محبت کرد به سلامت بیا
وادی من میرم، فقط از شوهرت بپرس ببین چی شدی، ببین بگو جان. آقا فاطمه نمیخواستین بگیری؟ نه بابا، میدم جمشید بگیره. تو هنوز اینجایی که برو، بچه‌ها الان خواب بیدار میشن. بابا چهار در ماشینو باز گذاشتی، چهار تا بچه چجوری میرفتن؟ باشه این ابو قرنزه رو کی کارش داره؟ رضا جان من الان میرم بچه‌ها رو میگیرم، خب میرم خونه سوری خانم اینا سبزیامو بگیرم. فقط یه چیزی رضا، قرعه کشی ها چیکار کنم؟ قرعه کشی بیا این چی چیکار کنم؟ برو بانک پول قسطو بگیر بیار بده، باید بدم نصرت خانوم. شر این قرعه کشی از سر ما کم شه راحت میشیم بابا. این پولی که بابت قسطی میذاشتیم بانک الان کلی سودشو گرفته بودیم. یکی میشنوی بشنوه چیکار کنم؟ شر اسممون در بیاد میذاری پول پیشمون میدیم زینت خانوم بده. حالا برو یه کاریش میکنم. برو رضا لقمت یادت نره بخور، یا برو بابا اومده چی آورده نخود کشمش با صدای این وسط. فقط جای جهانگیر خالی بود که خبر اومدنش به محله هر خبری و تحت شعاع قرار میده. سلام علیکم. خیلی ممنون. سوره خانم خوبه؟ سلام دارم خدمت. بودو 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 ماما. حالت خوب شده؟ داری پیاده میری؟ آره خوبه، خوب شده. ما بچین بیلو گشتیم اونجا راه رو بستیم، ما مجبوریم با این پای لنگ پیاده بریم. برای تو که خوبه، پیاده میری اقل لکن پات باز میشه. آره. خسته نباشی. عمو دنجیر باف. ماما مرزی جونم. سیما از برق بکش ببینم چی میگه. بدهی قربونت برم. میگم اول موکتو بشوریم. همین کارا رو میکنیم که تا دو تا ویروس به هم نامی میدن این وسط یه بچه میره زیر سرم. بابا زمان قدیم اینجوری نبود. بله. مریضی نبود بچه. الو. مامان جان. بازی میکرد. آجی جانم. الهی قربونت برم. مرجان فریبا. اولین پس لرزه های اومدن جهانگیر همیشه متوجه خواهر زنش بود. دیگه همه هم میدونستن که هر وقت سر و کله جهانگیر پیدا میشد به اون معنی بود که همه باید خودشون آماده میکردن. در واقع این آقای همیشه بدهکار فقط میون ماها بود که خودشو طلبکار احساس میکرد. سلام مرسی خانم. نه زنه خالی بچه هست میزنه. مرسی خانم سلام. سلام جلال خالق. شلکان شلکان. زهر ماره جلال خالق جلال خالق. چی میگی؟ هیچی بابا، دو دقیقه پیش تو کوچه آفتابی بود، اومدیم دم در، اب شد، الان داره بهمن نشه. یواش یواش. نصرت نصرت جلو خانوادش خارش نکن. سلام علیکم جناب سر. بفرمایید. در خدمتتون. موردی پیش اومده؟ چه موردی پیش اومده؟ حالا زنگ زدم گفتن چه موردی؟ چی زنگ زدم گفتن؟ مرکز. دوست داره که پاشده این همه راه اومده. عاشقمه، اصلا داره انقدر تلاش میکنه ترقه بازی میکنه، اصلا از عشق. زن و شوهر دعوا کنن، کاهلان باور کنن. مادر من بچه من خرج داره، جای 6 نفر آدم غذا میخوره ماشاءاللهش باشه. خب نوش جونش قربونت برم. من نمیگم. مایما مردی؟ کجا رفت؟ شوهرت کی؟ من ندیدم، پیش شما بود. تا چش ازش برداشتم دک شد نه؟ نصرت! نصرت ولش کن، هر جا بره دوباره برمیگرده. با این بامبولی که درست شده، حالا هر کی بیاد برای قرعه کشی چی باید براش کلی توضیح بدم؟ آ خونه من درست نشه دیوارش قرعه کشی بی قرعه کشی. راست میگه دیگه آقا جون، بهشون بگو این دفعه قرعه کشی بندازن خونه یکی دیگه، هم میفهمن ما چه بلایی سرمون میاد هر دفعه. همین که دیرتر برو که نخوای توضیح بدی. نمیشه، مردم خونه تکونی دارن شب عیده. ما نمیخوام بتکونیم، حالا خوبه دیوارم سوراخ شده. من نایم داری بابا، یه روزنه بیچاره چش امیدشو به این پوله. کجا رفت این آقا جان؟ بابا جان این جوون جاهله رفت در شوی. نه بابا برو کنون، برو من بابا جان نگاه کن، من
نصرت ببین تو الان اعصابت سر جاش نیست بابا، سردت هم هست، برو تو، من باهاش صحبت میکنم بابا جان. امکان نداره بابا. بابا چش بابا پیرشی بابا فقط بابا. میدونم بابا، برو تو، برو بپوش سرما نخوری بابا جان. باشه بابا. بیا بیرون. امن نمیگم بیا بیرون. ای بابا چرا نمیای میگم. چیکار کردی؟ میدونی اگه میگرفتن هم چقدر برام میبریدن؟ کیا؟ پلیسا دیگه. احمق پلیسا واسه خاطر تو نیومده بودن اینجا، واسه خاطر مرافع آمده بودن. نه بابا. من کاری ندارم، کرایه منو بده. چه کرایه؟ ریختم فاضلاب که. به من چی مشکل خودته؟ من اینجا رو اجاره دادم بشه ممر درآمدم. امروزم قرعه کشیه، باید قسطمو بدم، پول منو بده. اون حرف زور میزنی، از کجا بیارم آقا عباس؟ خودت خواستی. نصرت! میارم واسه. آخه الان کجا 400 تا مردم بیارم؟ میارم واسه دیگه. زیرش نمیزنی؟ میگه جونم سیر شدم، میارم. برو. بوده تو نصرت نیومده. یادت نره. نه بابا یادم نمیره. آقا نصرت خوبن؟ خدا رو شکر. بله ما هم خوبیم. دیگه آخراشه. وقت دادن 28 بیمارستان باشن. من نگاه کن خوب از مادر شوهر کار میگیری. یا ببین چند مدل کذا برات درست کرده. آفرین. مرجان چون قربونت یه زحمتی برات داشتم عزیزم. میگم این دیوار خونه ما ریخته، یعنی در واقع دیوار خونه آقا عوض. آره کارگرها دارن کار میکنن ولی خب فکر نمیکنم امروز چه خبرته؟ به جای اینا دوا بخور، قرص بخور. همینا رو میریزن تو قرص و کپسول دیگه. چشش افتاده به روشنایی. ببخشید میگم تا زور تموم نمیشه. اگه اشکال نداره قرعه کشی خونه شما باشه. منم خیلی دلم میخواد این قرعه کشی تو خونه ما برگزار شه. نیست خودم هم نیستم. خب خوبه دیگه. اینجوری به آرزو دلت هم میرسه. ولی یه دفعه یه کلمه مهمون اومده واسم شرمنده. مرجان برنامه‌تو به هم نزن، ما که مهمون نیستی. گوشی مادر جان شما کجا؟ دوست نداشتم تنها بذارمت. خواهرت اینا اومدن. با اینا دو ساعتم نمیتونم سر کنم. دیوونه میشم. مواظب نوی گلم باش. چه خبره ملق بازی؟ حواست نباید به اینا باشه. شنیدی تو نصرت خانم شرمنده. اولاد کی میخوره؟ دشمنت شرمنده قربونت برم. زنگ میزنم خب به یکی دیگه. مواظب خودت باش. خداحافظ. قبول نکرد. میگه مهمون دارم، ویار وسواس داره. زنگ بزن یکی دیگه که ویار نداره این همه آدم. چی کار داری میکنی شماها؟ چی کار میداری؟ همه جا رو که نوش کردی، بکش ببینم این ابر. بابا کاری نکردیم که بذار آبشو بگیریم. تازه اینا رو شسته بودم، فهمه؟ بیا مادر، بابا یه چیزی هم بده من بندازم رو سرم کلم یخ کرد. تو که از اون وسواسی تری. ای بابا اینا رو هم ببر بابا. چشم. این خونه هر روز یه بساط. همینی شکل شده این هم عیدیه شبه. خوش اومدی. سفارشت هم دو سه روز قبل از عید آماده باشه. دست درد نکنه. فتی بده فتی همین هست دیگه. نه قربونت دارم 8 کیلو قرمه سفارش داده بودم. مریم جون 8 کیلو قرمه سفارش داده عزیزم. برو بیار برام. بزوری جون من دو تا شیشه آب لیمو بردار میکنم. عزیزم همون جاست برد هر کنه. آقا فتی. بله بفرمایین. مگه نگفتم کفترا رو پر نده دارم سبزی خورد میکنم. اون تلفن خودشو کش دیگه. با سبزی خورد کردن تو هم که تمومی نداره. آخه این بی زبونا چه گناهی کرد؟ سلام علیکم آقا فتی. حالا تو نمیخواد به فکر بی زبونا باشی. برو تلفن جواب بده. من دستم بنده. به جمشید بگو. جمشید بچه‌م که داره اتاقا رو رنگ میکنه. خدای از دست سوری جو. پول اینا چقدر میشه؟ نگران نباش الان برمیگردم. هوای اینجوری داشته باش دوره جو. برو حواسم هست. یا الله. سلام. سلام علیکم. ارادتمندم. ببخشید. جسارتا سوری خانومو میشه صدا کنی؟ همین الان رفت تلفن جواب بده. الان برمیگردم.
شما پسر بازار خانومی؟ بله. آورده بودنشون قوره کشی دیده بودم اتون. لطف دارین بزرگواری. سلام برسونین خدمتشون. بزرگیتون رو میرسونم. جسارتم ببخشید. پرستو خانومی دورو برام؟ دختر سوری خانوم؟ بله دیگه. نه نمیدونم فکر نکنم. یعنی دانشگاهن خونن؟ نمیدونم والا. لطف عالی مستدام. قربونتون برم. نه خواهش میکنم قدمتون رو چشم. نه زحمتی نداره برامون. گفتم که فقط داریم خونه رو رنگ میکنیم. دیوارا همه لکه پکیه. کف خونه شلوغ پلوغه. یه چند لحظه گوشی نصرت جون. چند لحظه. جمشید ماما صدای رنگ رو در بیار تا بشنوه داریم خونه رو رنگ میکنیم. آقا جون من چجوری صدای رنگ رو در بیارم؟ رنگ صدا نداره. شوره کن نریزه رود. مواظب باش ماما مواظب باش. ببینی نصرت جون میبینی اینقدر همه چی قرقاتیه که نگو. ببخشید نمیتونم. نه بابا چی میگی نصرت جون؟ برای خودمون رنگ میکنیم. شب عیده برای دل خودمون میخوایم رنگ کنیم. خونه ترتمیز بشه. نه آذرخانم که هنوز زنگ نزده حتی بیاد سبزیاشو ببره. باش. ببخشید نصرت جون من مشتری دارم. خودم بعدم بهتون زنگ میزنم. خدا سوری خانم گفتم شب یارانا رو میریزن به جون تو جون جمشید. همچی میگه انگار پول بلوکه شده تو بانک سوئیسش الان آزاد کردن. صدا تو ببر. چیه فتی؟ دو سه ماهی دنبال پول یارانه ای ها؟ خدا رو شکر پرویز هم نیست که بخوای بریزیش پای پرویز. اسم پرویز صاحب مردر اینقدر وسط نگشت. تو خود میدونه الان مدتی دورش قد کشیده. ببخش این پرویز کیه؟ پرویز میکنه؟ قربونت ماما همون ندونی بهتر. حالا همه چیز هم که پرویز نیست. زندگی بابا کلی خرج داره. خرج؟ چه خرجی؟ همه خرجی که من دارم میدم. یکیشو تو بگو که خرج کردی. جمشید من اون دفعه فرستادم سلمونی چقدر پول بدادم به مادرت بگو. خب اون که خودم دادم ولی 30 تومن. بیا مال این 30 تومن پس مال تو میشه 3 تومن. کله تو برای سلمونی زنگ تفریح فتحی. بابا حالا هر چی. سوری جان قربونت برم دور خدا این ماه و دور یاران خط بکش. فتحی گفته باشم برای یارانه نقشه نکش. اول ماه بعد قسط قرعه کشی رو بدم. بابا من این پول روش حساب کردم. عزیز من خدا من از دست این زن نجات بده. عجب گیری که بابا حواست کجاست تو؟ برا خوش شما دیگه دست بال من داره میزنی. حالا نیست خیلی هم برنده میشی. سبزی پلویی بود دیگه پسرم. بله با این سبزی ها که شکم ماهی رو پر میکنن. سبزی ماهی دو سه روز قبل از شب عید. بله میگم سر راست سبزی دختر عمت هم بده ثواب میکنی پسرم. جشم حتما بدین میبرم. دست درد نکنه پسرم. آذر خانومه دیگه. زوره جون گیشنیز خیلی خوب داریم. خب بذار برام میبرم. مریم جون یک کیلو گیشنیز خوب برای زوره بذار. خیلی زحمت کشتی سوری خانم. خواهش میکنم قابل نداره. بفرمایید. دست شما دست. من چقدر تردم کنم؟ حساب شده. آذر خانم از مشتریای خوش حساب ما. خیلی بزرگوار. خیلی سلام برسونید. بزرگیتونو میرسونم. لطفا. قربون دستت. خوش اومدی پسرم. سوری جون. خبریه؟ نه چه خبری؟ نه جانی من. نه خبری نیست. شاهین پرستو آذر خانوم دختر عمش مرجان یه کاری زده ولی از خانوادهش هنوز هیچ خبری نیست. نه تلفنی نه حرفی نه چیزی. میگم زهره بین خودمون بمونه. نه سوری جون چی فکر کردی؟ حتما خیالت راحت باشه. قربون دستت. با من کار نداری؟ گیشنیزاتو بعدا برات میفرستم. دستت درد نکنه بفرست. آن قره کشی که میای؟ حتما میام. میدونم ولی نمیبرم ولی میام. نه بیا میبینمت. خداحافظ. آخریش دست درد نکنه. دست درد نکنه. جهانگیر هست بچه ها منظم هم خوب حرف گوش میدن. اینجوری خیال منم راحت تره میتونم به تو بیشتر برسم. خب من که مشکل ندارم. عادل و جهانگیر رو میدونی با هم کنار نمیان. خب تو اگه ازش بخوای مجبور میشه با هر کاش کنار بیاد. چرا من باید همچین چیزی ازش بخوام؟
خب خواهر من برای اینکه تو زنشی، بارداری، داری بچه دار میشی، اون داره بابا میشه. تازه مدیون منم هستی. چه دینی؟ آه، این پاوره چی به این روز افتاده؟ خدا وکیلی این دین نیست. آقا جهانگیر، شما پیک بطوری بودین، بیکار بودین، من از نصرت خانم خواهش کردم برین قصه عقب مونده رو جمع کنین. بد کردم؟ مغلطه نکنین. من یه سوال ساده پرسیدم، این پا برای چی، به چه علت و کی کجا به این روز افتاده؟ جوابشم یه جمله بیشتر نیست. در راستای جمع‌آوری اقساط قره‌کشی و حفظ و حراست آن در مقابل اشرار و مقاومت من. شما امکان داشت سر هر کار دیگه ای باشی دزدا بهت بزنن این بلا سرت بیاد. دلیل نمیشه اینو بهانه کنی پاشی بیای شب عیدی این پا رو بکوبی تو سر من. با شما هزار ماشاءالله قدت یک و شصت، من دیگه پام از این بالاتر که نمیاد. چجوری میتونم بکوبم تو سر شما؟ بعد تازه من به فکر شما بودم. بگو من چی گفتم. بگو چی گفتم. جهانگیر نگرانت بود. نه دقیق بگو چی گفتم. بابا مگه من نگفتم شما با تجربه ای سه قلو زاییدی، دوتا یه قلو زاییدی، واردی پیش کسبتی، خوب نیست خواهرتون این روزای آخری تنها بذاری. من نگفتم. چرا گفت؟ دیدی گفتم. شما هر موقع منو میبینی قضیه پای منو میکشی وسط. من یا شما؟ شما میکشید. البته من شما حق میدم، من خودم با کابوس این اصحاب بیدار میشم. چه برسه به شما که دیگه از آب وجدان و دین و اینها هم داریم. حالا تو اینا شده من میرم، من بچه ها رو بم دارم میرم فریبا بمونه پیش شما. اذیت نمیشی؟ من با این پاپامو هر جا بذارم اذیت بشم. اون موقعی که این پا رو پای قسطای اینها دادم باید فکر اینو میکردم که هیچکی پام وای نمیسه، ولی من پا به پای همه اومدم. حالا میرم دیگه پامو اینجا نمیذارم. ولی شما یادت باشه. حالا انشالله امیدوارم که اون بچه سایه سالم به دنیا بیاد، پا قدمشم خوب باشه. هر کی میرسه به شما میگه قدم نو رسیده مبارک، اون بچه بتونه قدم از قدم برداره. من بسم الله کردی. عادل چی؟ عادل شما مهمی بابا، عادل هم آدمه. من میرم بخوابم. بله کیه؟ سلام، بیا تو. عادله؟ شاهینه، شما استراحت کنید. پسر دایی؟ سلام. چطوری؟ کوزن دایی؟ خونه است، سبزیات آورده. سلام شاهین جان. شما هم اینجایی؟ حال خوبه؟ سلام آقا جهانگیر. سکوت کن، میخوام بخوام، پام درد میکنه. کفشت در بیا تو. آجی جان بذار بعدم فالفال میکنیم. پرستو چی شد؟ هیچی. یعنی چی؟ خبری دیگه؟ ماما نازر گیر داده، اصلا زنی نمیزنه باشون قرار بذاره. خبریه؟ نه هیچ خبری نیست فری بخوان. الان جدیدنم که عمه قمر با همونه کرد. به مامان من چه ربطی داره؟ همین که دکتر رو جوابش کردن. خودش که این خیالش نیست، مامان تو شده کاسه دختر ازاش. چی بگم بال؟ حالا دوستش داری؟ واقعا معلوم نیست. آقا جون کیو میگی؟ نه میگی خبری نیست، خبری نیست. پرستو دختر سوری خانم. زنده یازرم اصلا راضی نیست. عمه قمر رو بهونه کرده نمیره خواستگاری. منم میخوام یه کار کنم مامانو بندازم جونش. برای اینکه فقط عمه قمر حریفش میشه. کیو؟ مامانم برای همه، مامانم برای زن بابا. بابا 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 بابا. صد بار بگی بابا جان. چی میگی؟ میخوام برم دستشویی. خب برو بابا جان. چرا اینجوری؟ تو کجا میری؟ چرا همه تو با هم میری؟ چرا با هم میرین؟ No, 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 no.